دورود پارس به تموم پارس زبون ها خیلی چاکریم امیدوارم روه را باشین و مشتی روزی پر از افتخار داشته باشین و همیشه هم با افتخار سرتون بالا باشه و مفتخر باشید و جیواتون پر از پر از پول باشه خیلی چاکریم بزن بریم سراغ ویدیو خیلی خوب رفقا اینجایید با ما با قاتلای سریالی ایرانی اولین قاتلای سریالی گلچین کردن براتون خیلی قاتل بود قاتلای زیادی داشتیم ولی خب گلچین کردن براتون و امیدوارم که لذت ببرین پس لایک و کامنت و سابسکرایب یا دو نره به اندازه مرامت کامنت بذار زنگوله رو بزن بذار رو که هر موقع ویدیو میذاریم صدا میده بخشید اولین نفری باشید که میبینید خیلی شاکریم ولی خب اینجوری خیلی خوبتر میتونم بزنم خیلی خوب رفقا اولین قاتل علی اسقر بروجردی یا همون اسقر قاتل معروف به اسقر قاتل که عکسش رو مشاهده میفرمایید بابت کیفیت پایین عکس ها معذرت میخوام چون خیلی قدیمیان کیفیت آنچنانی ندارن ولی خب ایشون اسقر قاتل بود که 25 کودک عراقی و 8 کودک ایرانی رو به قتل رسونده حالا اسخر قاتل در کجا میشه در عراق تو بغداد شروع به فعالیت قتل میکنه به این صورت که جلوی مدر... مدارس بچه ها بامیه میفروخته و بچه رو به سمت خودشون به سمت خودش میکشونه و در هر صورت که اقفالشون میکنه و تجاوز و بعدم قتل که تو بغداد فراری میشه میاد ایران و هشت کودک ایرانی هم به همین شیوه بامی فروختن تجاوز و بعدم قتل که در ده اسفند 1312 حوالی چاهای قنات امین آباد دستگیر میشه و رویت میشه و دستگیر رو تو سال 1313 تو عدد پوتک این داشه اون از قاتل رو اعدامش میکنن قاتل بعدی مجید سال که سال که نمیدونم مجید محمودی ها مجید محمودی نخستین قاتل سریالی زن ایرانیه که زنان ایران ببخشین زنان ایرانیه که تو سال 59 شروع به فعالیت کرده حالا چرا میخوره حالا چرا چون زنش بهش خیانت میکنه و اینم میافته تو شهر که بخواد زنا... زنایی که به شوهرشون خیانت میکنند و بخواد قتل رو انجام بده که آقا نمیتونی مهریه بدی چرا سر ناسازگاری میکنی نمیتونی تعمین کنه خب خیان. ببین همه چیز زیر سر زنه با اینکه زنها کاملا شخص محترمی هست بله خب حالا چه جوری اینو میگیرندش تو آخرین قتلش خواهر مقتول به پلیس میگه که آقا خواهر من آخرین بار با یه شولت سبز رویال بعد میخوره یه شولت سبز رویال با پلاک ارومیه بوده که پلیسا هم میگیرند و تو صندوق عقب ماشین چند تا لباس زنونه پیدا میکنند و با یک تناب سفید یک متری که بعدا مشخص میشه همه مقتولا رو با همین تناب سفید یک متری به قتل میرسونه داشمون از سال 59 تا 64 به 30 تا 49 فقر قتل متهم شده که میخواستن تو سال 65 اعدامش کنن که تو زندان قصر خودکشی میکنه داشمون گانگستری بوده قاتل بعدی خفاش شب حالا چرا بهش میگفتن خفاش شب تو شب, شب, شب شکار میکرده <تصال> <تصال> دلی غلام <خش> رضا خوشرو معروف به خفاش شب قاتل سریالی که از سال 71 یعنی 6 سال قبل از اینکه من به دنیا بیام داشته قتل انجام میداده شروع کرده به قتل و داشمون یه شخص زحمت بوده فقط فقط شرایطش رو نداشته که بخواد کار کنه میرفته ماشین به سرقت می برده. با همون ماشین سرقتی می رفته مسافر کشی می کرده و زنایی که زیورالات طلا داشتند و خف می کرده حالا به قول ما خفتشون می کرده و لخت و تجاوز و بعد هم قتل که بعد تو دادگاه اعلام میکنه که آقا تجاوز و قتل کار من نبوده کار هم دستم بوده هره آره و ولی خب رد میکنند و واس خاطر اینکه همیشه لباس مشکی بر تن داشته بهش میگفتن خب فاشه شب تا قبل از اینکه بخواد شناسایی بشه این داشمون غلام خوشرو هم تو سال 76 اعدامش میکنن قاتل بعدی قاتل انکبوتی فکر کنم فیلم مرد انکبوتی زیاد میدیده بله خب حالا اینو شوخ میکنم سعیده سعیده این سعیده سعید حنایی یا سعید هنایی این سعید داشه اون سعید وقتی که میبینه تو مشهد زنان بدکاره یا همون حالا به اصطلاح خودمون زنای اونجوری زیاد شدند و نمیتونه با مردان مقابله بکنه میره سراغ زنه و به عنوان اینکه بیاد یه کارای خاک بر سری باهاشون بکنه میاد و میکشونتشون و میکشتشون به قتل میرسونه که تو دادگاه هم میگه آقا من پشیمون نیستم این راه خداست و نمیدونم میچسبونه به دین ولی خب داشمون رو تو سال 81 تو زندان مرکزی اصفهان مشهد اعدامش میکنن بله خب راجع به این یه فیلمی ساختم به نام انکبوت اگر اشتباه نکنم و محسن تنابنده رم آقای محسن تنابنده نقش اصلی این فیلم رو بازی میکنه خیلی خوب رفقا قاتل بعدی محمد بسیجه یا محمد بیجه نمیدونم حالا درست تلفظ میکنم یا نه ولی بله خب قاتل دهه هشتاد کودکانه پاک دشت کودکی بسیار بدی داشته و مادرش رو تو چهار سالگی از دست میده پدرش هم که کارگر کوره پسخانه بوده داشمون محمد محمد تو بچگی که مورد بیلطفی و بیمهری خانواده و والدین میشه و دو یا سه فقره تجاوزم تو کود... کودکی بهش میشه که همین امرم هم باعث میشه که بخواد در بزرگ سالی یک قاتل بشه سیویل که تجاوز میکنید داشت اون قاتل تحویل ندین نکنید خوب نیست بله و تو دادگاه هم اعلام پشیمانی هم نمی کند و میگه اگه دستگیر نشده بودم تا صد کودک هم پیش میرفتم ولی خب تو سال 83 اعدامش میکنم ولی خب میکایل دیانی کارگردانی میکنه و یه مستندی به نام بیجه میسازه قاتل بعدیه قاتل خیلی بال و داره قاتل دوچرخ سوار این داشمون چیکار میکرده؟ چرخ و سوار میشده میرفته تو بازی <تصحیح> ش... اه میرفته تو بازی و میگشته خانومایی که تو خونه تنهاند و وارد خونه هاشون میشده و به قصد کشت میزده و میورده مینداخته تو شمشادا تو خار خاشا حالا به قول شما ولی خب به قول ما مثلا میگیم تو،, تو شمشادا میورده مینداخته تو شمشادا و سوات چرخش می میرفته بعدی یعنی امتیاز اون مرحله رو کسب کرده میرفت بعدی سینزده زن و دختر و یک پسر رو تو آبادان میکشه و دو زنم تو خورمشه از کلا این کوکوهای کوکا ها میگم فکر کنن این داشای آبادانی از کلا توی مرحله دیگه خوبن تو همه چی از کلان سمت جنوب خیلی بالن این قاتل هم فرید بوده اسمش فریده بغلانی بغلانی نمیدونم حالا شاید اشتباه تلفظ بکنم بله ایشون هم تو سال 87 اعدامش میکنه آخرین قربان آخرین قربانی نه آخرین قاتل که به شدت زیبا به شدت خوشگل چقدر اصلا تو بیا منو بکش تو همین منو کشتی اینجوری بیا سمتم انقدر قشنگ نترال زیبا باطنی زیبا اصلا یه چیز عجیبی قشنگه مهین قدیری مهین جون یه بوس بدد بید بدم مهین جون ماشاءالله چه ماچی مهین قدیری که با قتل پنج زن میان سال و یک مرد اولین قاتل زن ایرانیه که جسه خیلی بزرگی داشته فکر کنم از اینا بوده که کول داشته کول جسه بزرگ و ورزشکار بودن این خانوم مشکل حمل اجساد و دیگه نداشته یعنی دیگه مینداخته جسد رو کلو می میبرده مهین جون اطراف مکانهای شلوغ قزوین پرسه میزده و زنهای میان سالی که حالا زیورالات طلایی داشتند و به بهانه اینکه بیا تا کمکت بکنم و تا خونه برسونمت سوار رنو زرد رنگش میکنه و وسط را با آب میوه مسموم خفه و سرقت و قتل و وقتی هم که دستگیر میشه یه شخصیت کاملا باهوش و یه شخصیت پیچیده از خودش بروز میده و تو اعترافاتش هم میگه من دستگیر نمیشدم هنوز هم به این روند ادامه میدادم واس خاطر اینکه بدهی زیاد داشتم چ و سفته و حالا اینجور چیزا زیاد بوده و تا میخواستم رفش کنم خب پول میخواسته و به این کارم ادامه میدادم و پشیمونم نیستم که مهینجونو تو سال 89 قصاصش میکنم ولی چرا این شخصیت زیبا ماچ به روحت هستم و شخصی به نام محمد حسین هیدری هم میاد یه فیلمی میسازه راجع به همین مهین جون جون میاد راجع به همین مهین جون تو سال 97 میسازه و منتشر میکنه خیلی شاکریم این هم قاتل سریالی ایرانی خیلی زیاد بود خیلی زیاد بود ولی خب در هر صورت باید که گلچین میشدن شما هم حال کردی با ویدیو حال کردی با اطلاعات لایک و کامنت و سابسکرایب یاد و نره دمتون جمع حالم نکردی با ویدیو با من حال نکردی اصلا ماچ به لبات آسانی <applause> خیلی شکریم تا یه ویدیو بعدی راستی اگر که میخوایم پارت بعدیشو بسازم چون خیلی زیادن خیلی زیادن به احتمال زیاد یه ویدیوهایی هم بگیرم واسه یه قاتل سریالی اسوانی که اون دیگه از اینا خیلی قدیمی تره و اینکه اسفانی بوده ولی خب دمتون گرم چه ما را دیدید من میبوستم اون چشاتون رو و تا یه ویدیو دیگه بدرود پارسی